درود. در چنین شهرهایی در اروپا فعلا و در چنین قرن و دوره‌ای فقط ممکنه که هنرمندانی کاملا با هم متفاوت و متضاد ولی از یک کشور زیر یک سقف جمع بشن و اجرا کنن برای گروهی از تماشاگران. هنرمندانی که در کشور خودشون محال حتی در کنار هم شاید باشن. در این برنامه خواهید دید سازهای آشنا، چهره‌های ناآشنا. چه دانستم که این سودا مرا از انسان کند مجنون. این صدای موسیقی امروز ماست، پخش در این شهرها. در جهان عاشقان در این برنامه خواهید دید موسیقی و فرهنگی رو که در گوشه و کنار اروپا شکل گرفته از ایرانیان و مهاجر. پاگانلند اینجا هستن از آلمان و حتی از یه جای دیگه دنیا، از نیمکره جنوبی، از استرالیا هم آقای کریم با ما هستش. گروه ایرانی، مصری، استرالیایی، اروپایی هستیم دیگه، درسته؟ بله. خب چطور اصلا فلسفه گروه چیه؟ وقتی اجراتون دیدن خیلی سوال ها برای مردم مطرحه که چرا 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 و باز هم چرا. ما سعی داریم موسیقی بومی محلی و در واقع قدیمی رو از توی کتاب‌ها پیدا کنیم و به فرمای خیلی ساده بیانش کنیم. مسلماً به شکل فرم وقتی دنبال اون بودیم، این چیزی که الان به اسم ویرلینگ دنس یا سما میدونن، دوست داشتیم وارد کارمون کنیم، که خب کریمو از مصر پیدا کردیم که استاد این کار هست. و سازهامون خیلی ساده است، طبل یا همون دف هستش که به شکل شمنی بدوی نواخته میشه و من هم سازهایی مثل دیوان، تنبور، گوسله میزنم. ولی خب جالبه، شما در اصل یه نگاه تمامش گفت به گوش من، حتی سبکی که الان ما به عنوان هوی متال حتی میدونیم رو میشه جوری حس کرد. البته اینا خاصگاه اینا توی آسیای مرکزی هم هست، نوع صدایی که در میارن قبیله ای و اینا رو میشه گفت از اونجا هم داریم میاد، ولی خب یه خود تاثیر گرفته موسیقی امروزی. نه 100%. در واقع تو تاریخ اون قسمت سکستان، سکاها، اسکیتیان خیلی برام جالب بود و این تروتسینگی که الان تو نواحی مغولستان هست، یعنی حنجره خانیه دیگه، مغولستان هم میکنن. این مدل وکالی که دارم در واقع من صدا رو میکشم تو، این بیرون نمیدم، تمام مدت داره تو میشه و با تارهای صوتی اینجا کورد و نوتش میکنم و این خودش یک تنفس خاصی رو میطلبه که خب بر طبق استانداردهای ولی از اونجا یاد گرفتی از خوانندگان اون قسمت از جنوب سیبری؟ بیشتر تو کتابا و در واقع تو سبک هوی متال که شما گفتین. یعنی شما در از هوی متال سنتی رو اجرا میکنید؟ در واقع ریشه یه، چون شعرهای ایرانی رو که میخونیم اون سبک حماسی یا چیزی که الان توش اپیک بلک متال هست، اونو در واقع ما تو فرهنگ و تاریخ خودمون داریم، اونو سعی داریم نشون بدیم. Oh,
متوجه شدم که شما هم میخوند. حتی نام هاتون کاملا عوض شده. شما شدین مگوس یا همون مجوس و شما چروک. بله. که از نام های میشه گفت نسب های قدیمی فارسی هستش نه؟ یا چروک نه؟ چروک همون ساروج به لفظ پهلویش در واقع. بله ساروج هم یه رو درستش میگفت یه چیز سفت کنن یا سیمان. بله دقیقا. خیلی جا شما میخوندین و این طبل بدوی به قول شما که خیلی ترجمه قشنگی بود میزدین و میخوندین. داستان شعرها چیه؟ چون ما نمیفهمیم چون میشه صدا میشنمیم توی این نوعش را. من برای بخش آواز سعی میکنم که بیشتر از شعر خاصی استفاده نکنم چون فکر میکنم زبان یه چیزیه که من محدود میکنه و چون با حسم میخونم سعی میکنم هر آوایی که بهم کمک میکنه که اون حسی که دوست دارم و ابراز کنم همون استفاده میکنم. اینا همه جای خود داره. من خیلی جالب چیزایی که میبینم اینا به گردن آقای کریم زنجیر مال سینه‌زنیه و به کمرش هم بودش. من یاد حتی این مومیایی نمکی میذاره که مال همون قسمت‌های آسیای مرکزی رو پیدا کردن و بدنشون پر از خالکوبی بود مال چند هزار سال پیش. داستان ظاهر شما رو می‌خواستم از ایشون هم بپرسم. For the zanjir other elements is piecing together from our backgrounds. Mm-hmm. So we have histories in, from the Middle East, which we are fusing together in a way to bring this history to into our current situation. Mm-hmm. But we keep many traditions and the culture alive with us in many. But in a new way. یه روش جدید، یعنی روش امروزی‌تره یا بله. جهت بله. جهت دیگه ای رو داره نشون میده میشه گفت کاملا. Whether it be with the clothes or other elements of the tradition or the music, the dance. خطوط صورت هم خیلی خوبه. بیشترش رو میدونم کریم کشیده چون خیلی صاف میتونه خطا رو بکشه و بدون شک هم چیزی ممکنه چون شهری مثل برلین در یا برلند در آلمان هست و اونجا شده یک مرکز همه حرکت های نو، یعنی یک جایی که یک تمام شرایط مناسب برای هر حرکتی الان باز کرده اون شهر. یه چند دهه میشه که شما میتونید به خاطر این کریم رو ملاقات کنید، از اونور دنیا اومده و اینجور موسیقی حتی اونجا میتونه راحت جا داشته باشه، معرفی بشه، اجرا بشه.
یا من اشتباه کردم؟ برلین در واقع یک مولتی کالچورال هست علاوه شهر که همه رنگ ها در هم تنیده شدن و این یک مزایایی داره که ما میتونیم از فرهنگ‌های مختلف و بک‌گراند‌های مختلف، زمین‌های مختلف، ریشه هامونو پیدا کنیم و با هم خیلی متحد یک هنر رو به شکل ارتش، به شکل آرت، چیزی که تو پهلوی داریم که یک چیز شیکه، مقدسه، در واقع زیباست. نه به مفهوم عرفانیش، به شکل یک هارمونی، به شکل یک نظم، ولی تاریخ قدیمی داره و اینو ما تو موسیقی و رقص ارائه حفظ کردیم. به هر حال خیلی جالب، کارتون خیلی عجیب هم هست بدون این شکی، میتونه حتی هولناک باشه چون شما بیشتر دارین فضا میسازین. برنامه موسیقی بی بی سی رو نگاه میکنین، در پاریس هستیم، صدا رو بیاریم پایین چون این موسیقی خیلی حساس از این بعد. ما دور از صحنه با خانم شیدا صحبت می‌کنیم. حال شما خوبه؟ تشکر، شما خوبه؟ دست بدیم و ما خوش شدیم. شما از خوانندگان کرد ایرانی اینجا هستید. البته مال پاریس نیستین، شما از جای دیگه اومدین اینجا. از آلمان، شهر کلن اومدین. کلن اومدین. شما داستان خوانندگیتون چی هست؟ چرای خودتون هم میگیم چون ما کردی که به هر حال بله نمیدونین. و خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستم و برام جای افتخاره. همچنین همه ایرانی ها که امروز آهنگ منو گوش میکنن. درسته من کردی میخونم ولی امیدوارم در آینده فارسی هم بخونم. من شعرامو بیشتر خودم مینویسم ولی بیشتر میدم به یکی از شاعرای سنندجی که سیمین چاینچی اسمشونه که خیلی کتاب شعرام نوشتن که ایشون سرراس میکنن برای من، چون من یه ذره هنوز تو قافیه اینا زیاد مسلط نیستم. و اینکه بیشتر خودم انتخاب میکنم که متن شعرم چی باشه، مینویسم، اونا برام شعر میکنن. شما چند وقت اینجا مهاجرت کردین تو کشور من؟ تقریبا الان 4 سال و چند ماهی شده. چقدر عوضتون کرده این سفر و این مهاجرت؟ بهتر شد براتون، بدتر شد، متوسط؟ به خاطر اینکه متاسفانه تو ایران نمیشه خانوما راحت خوانندگی کنن، کار کنن، از لحاظ هنری میتونم بگم بهتره، ولی خب غریبی خیلی سخته. من واقعا هنوز دلم تو ایران هست و شهر سنندج، میخوام برای هموطنان خودم آهنگ بخونم و اونجا کنسرت بذارم، ولی متاسفانه این نمیشه. دلو دلایا دل در جیری که هرچند داشت بیازید یار سیری که سوتنی تو با ول زنجیری که کانی بو عشق اهورایی به و کومم بوزین عزیز تا حتاوی به رونا کی جینی تاریک استاونم بتینو بهست اهورایی به بتینو بهست عزیز اهورایی به. از این چیزی هست که اینجا ایرانی داخل ایران شاید زیاد متوجه نباشن که اینجا همه تنها هن و اون حمایت های خانوادگی دوستانی که اونجا خیلی قویه و هیچ وقت احساس تنهایی نمی کنی و به قول ما تنگ دستی یا
جان ایمونی اینجا همش اون اتفاقا میفته برعکس و خیلی آدم قایه باشه رو خودش رو نبازه. درسته میگم؟ خیلی من الان شما از اینجا دود اومد بیرون. و این موضوع شعرهای شما همین هاست یا چه موضوعی هست؟ من معمولا آهنگای تقریبا در مورد مشکلات زنان و اگه عاشقانه، اجتماعی، سیاسی هم میخونم، چند تای خوندم قبلا، ولی در حال حاضر فعلا که کارام بیشتر عاشقانه است. و درد زنها بیشتر میتونم بگم، هم از لحاظ عشقی و هم اجتماعی. مالی تاریکی حضرت زیندانی روحو جستم لنگر با هم خرم شما داری همراهی میشین با آقای بابک، خوشن نوازندگان آلمان سبک راک کار میکنن. بله. و موزیک ویدیو هم ساختن نه برای شما؟ بله، با هم تقریبا سه تا یعنی ویدیو کلیپ با هم انجام دادیم و من همیشه تو استودیو بابک کارامو ضبط میکنم. الان کاری که باز میشن روی صحنه کارهای خودتون؟ بله، خواهد بود. بله، کار خودمه، هر دو تاش کار خودمه. البته یکیش که اول اجراش میکنن ویدیو کلیپش تموم شده، باز بابک جان سناریو میکس و همه چیش بابک انجام داده. روحی آخی من لمه جا چاور آزادی چاور ماتی کی تر بود لگتی نوی شادی چاور جناب مسعود جاهر، قبل از اینکه شما به صحنه برید گفتیم با شما صحبت کنیم در حالی که با پالتو در این سرما اومدید و خواهید دید این پر از چه است. حتی شبیه اسلحه هنری، اسلحه فرهنگی. بگوی نیستانه. نیستان است دقیقا. نیستان. هرچی از نیستان شنیده میشه در اینجا. در اینجا است و خواهید دید. حالا ما خواهیم دید شما روی صحنه. خیلی خوشحالم شما میبینم. شما از نوازندگان نی به نام ما هستید که تصمیم گرفتید اخیراً به فرانسه مهاجرت کنید. به این خاطر ما شما داریم این اصلا حاشیه پاریس هستین. بله. پشت چندین ترافیک طول کشید تا ما برسید. بله. شما قراره برید صحنه اجرا دارید، دکلمایی با شما همراه خواهند شد. صدای نه شما خواهند شد. چرا ترک کردید ایران رو؟ حتی چرا شگه؟ سالهای سال کار کردم در ایران. بله. محاصل تلاش من 28 سیدی میشه در زمینه موسیقی با کلام که با خانم شیدا بود همسر من. بله. که نیستن و از دنیا رفتن متاسفانه به دلیل بیماری کانسر که در جان هستی فکر کنم. بله. و هم در زمینه تکنوازی و بخش کتب و آموزشی. بله بله. مرحوم ساز نی سالهای سال در ایران تلاش کردیم، کار کردیم، خیلی مواقع هم کفش آهنی پوشیدیم و همینطور در رفت آمد بین خانه و مرکز موسیقی ارشاد بودیم برای گرفتن مجوز. بله. دیگه توان ماندن در ایران نداشت و به هر حال شاید از دل مهاجرت یه شکل دیگه در بیاد. بله. این مسیر فعالیت هنری من جهت دیگه ای تغییر کنه در تحت تأثیر محیط و شرایط فرهنگی این کشور فرانسه و همسایگانش کلیت اروپا. شما فعالیت زیادی هم داشتیم بعد از انقلاب برای صدای خانم ها.
من ابتدا با شهیدا تلاشمون این بود که بتونیم کارهای رو به صورت زیرزمینی حتی، یعنی در واقع شروعی کار من همین بود که یه بخش از آثار قمرالملوک وزیری رو به صورت مخفیانه ضبط کردیم در خانه استدیو خانگی و این کار در امریکا با صدای تک شهیدا منتشر شده. هفت آلبومش منتشر شده، یه آلبومش که مونده به نام بیمن مرو از شعر مولاناست که هنوز منتشر نشد ولی ضبط شده. بله بله، این کار مجوزه گرفته ولی با همون شکلی که در واقع تعریفی که خود مرکز موسیقی نسبت به این ماجرا داره. که ما صدا رو بالا می بردیم هر فاصله ای که می افتاد 3 سال 4 سال تقریبا ممنوع فعالیت می شد. آخرین باری که این کار کردم مربوط به سال 88 میشه با آلبوم خستم از این کبیر که دوره دوم آقای احمدی نژاد میشه که ایشون در واقع بنده رو مطلقا ممنوع کار کرده، هم بنده و خانمشون هر دومون خانه نشین شدیم سالهای سال، یعنی 4 سال 5 سال می شدی که دیگه بعد از این هم دیگه شهیدا مریض شده که دیگه نه. خیلی هم یادش نمیاد موسیقی ایرانی از سینما حتی در دهه 60 زیرزمینی بود، خیلی از کارا خونگی ضبط میشد، 2-3 سال بعد تازه به تدریج اجازه دادن که موسیقی اصیل حتی پخش بشه. تا یه مدتی هم نوروز ممنوع بود و هم موسیقی ممنوع. به نظرم مردم ما، مردم فهیم ما کاملا آگاه هستن و شناخت خوبی دارن که میدونن که موزیسین های ما چه خونه جگری خوردن که تا به امروز رسیدن و اما متاسفانه اینم اشاره کنم که همچنان موسیقی ما ممنوعه به صورت رسمی، یعنی هنوز حاضر نشده که سازهای موسیقی ایرانی رو در تلویزیون نشون بده، یعنی به لحاظ رسمی به نظر من موسیقی مشروطه. بله، یعنی مشروط به آزادی خودش، هنوز کاملا آزاد نیست به نظر من. خیلی متشکرم، شما می‌بینیم رو صحنه. خواهش می‌کنم کمک می‌خواید. مرسی قربان شما. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم کت و کمک کنید در بیارم برای اینکه رو صحنه برید. خیلی متشکرم آقای جاهد، بفرمایید برای اجرای شما. تا چند لحظه دیگه اجرا می‌کنم. ما می‌بینیم برنامه موسیقی رو نگاه می‌کنید در قایق کافه خیام در پاریس از بی بی سی. گر جان عاشق دم زند آتش بر این عالم زند، این عالم بی اصل را چون ذره ها بر هم زند، عالم همه دریا شود، دریا ز هیو لا شود، آدم نماند آدمی گر خیش با آدم زند. دودی برآمد از فلک، نی خلق ماند نی ملک، زان دود ناگه آتشی بر گنبد اعظم زند.
سنگ جان عاشق دم زند آتش در این عالم زند آتش در علن نقلی که کافه خیام و سال هاست اینجا رو و کافه خیام در اصل یک حرکت فرهنگی هنری جمع میکنه مردم رو دور هم مهاجرت دوروبر اروپا حتی زیر سخن از همه جای دنیا زیر اسم کافه خیام در پاریس فعالیت داره. چند سال شده این کافه خیام؟ داره میشه 4 سال، فوریه میشه 4 سال. پس نوباوهیه. آره. خیلی فعال. آره تقریبا تا الان 160 تا برنامه، بیشتر از 160 برنامه داشتیم، بیشتر از فکر کنم 50 تا کنسرت داشتیم. چه عالی، چه عالی. 4 سال بعد نبود. پس حسابی دیگه چی میگن؟ پوست انداختی دارین. آره پوستمو کنده شده. بعدن دیگه کافه خیام زمستونیه و این دفعه تم عجیب غریبه چون ما از نی اصیل تا بچه‌های پاگانلند از آلمان که مثل راک سنتی انگار میزنن یا موسیقی عجیب همه چطوری اینا زیر یک سقف جمع شدن اصلا خبر شاید نداشتن خودشون که خبر نداشتن خیلی کار سخته این برنامه امشب حقیقتا 4 ماه طول کشید برنامه ریزیش یعنی ما با وجود که هر ماه برنامه داریم سری برنامه واقعا طولانی میشه و اینکه به اسم دیوان شمس آدمایی رو جمع کنیم می‌خواستم دیوان شمس رو یه جور دیگه نشون بدیم برای همین سعی کردیم یه تنوعی از نوازنده‌ها داشته باشیم چه از نظر سن و سال که جوانای خیلی خوب داریم تو پاریس که اینجا کار می‌کنن تا موزیسین‌های خیلی حرفه‌ای و این ریتمی که این حرکت انجام بشه تا برسه به گروه پاگانلند در واقع یه کاری بوده که 4-5 ماه طراحیش طول کشید. بچه ارتباط بین این گروه‌ها و شمس رو می‌بینی؟ در واقع نه ولی تو شب وقتی که همه‌شون در کنار هم جمع میشن اون ارتباط رو می‌بینیم چون که اون رابطه که در واقع چون که دیوان شمس همش عشق مولانا به شمس نهایتاً و ما اینجا می‌خوایم اون عشقو بازی کنیم. چه دانستم که این سودا مرا زینسان کند مجنون دلم را دوزخی سازد دو چشمم را کند جیهون چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید چو کشتیم براندازد میان قلزم پرخون زند موجی بران کشتی که تخته تخته بشکافد که هر تخته فرو ریزد ز گردش های گوناگون نهنگی هم برآرد سر خورد آن آب دریا را چنین دریای بی پایان شود بی آب چون هامون شکافت نیز آن هامون نهنگ بحر فرسا را کشد در قهر ناگاهان به دست چون قارون چون این تبدیل ها آمد نه هامون ماند و نه دریا چه دانم من دیگر چون شد که چون غرق است در بیچون. برنامه موسیقی بی بی سی رو نگاه میکنید در یک قایق در پاریس پایتخت فرانسه و در زیر این سقف تنوعی از موسیقی ایران در مهاجرت رو داریم میبینیم و میشنویم و از بابک میخوایم که بیادش یکی از نوازنده‌ها خواهش کنم که هم همراهی میکنه هم خودش هم گروه داره تو آلمان از آلمان اومدن ما بفرماتین
خب سلام. خوب هستین؟ شما از آلمان اومدین؟ بله. کدوم شهرش؟ من ساکن کلن هستم. خب شما ویدیوهای مختلف دوست که گروه هم داره ایرانی هستین همتون؟ بله بله، گروهمون تازه به سختی چون اینجا یه ذره گروه جمع کردن سخته برای بچه‌ها رو جمع کردن، ولی تازگی ها چیز کردیم، تقریبا اون رو چند وقت شروع کردیم. آلمان برای مخلوط کردن فرهنگ ها، حالا فارسی شو اگه بخوایم بگیم، سعی میکنن برنامه های مختلفی بذارن، مخصوصا موسیقی حمایت میکنن، ولی دولت برای آلمانی ها بیشتر که ماها رو به عنوان قشر مهاجر معرفی کنن به به مردم، ولی خب به سالن های خالی دقیقاً، چون خب خودتون میدونید مردم ما خیلی آره، ولی خب موسیقی شما موسیقی خاصیه، ما رو میدین یه نگاه خاصیه، اعصاب هم میخواد. من اول خب خیلی هارد راک کار میکنم، خب هی داره میدن سافت میشه، هی داره نرمتر میشه، دارم ملایمتر عمل میکنم. و گروه شما فارسی میخونین دیگه تو گروه؟ نه 100% راک فارسی. و بچه هم ایرانی هن و حتی میشه شعرات فهمید چی میگیتم ولی بیشتر تأثیر گرفته از زندگی خودت در اونجا یا زندگی بچه ها توی ایرانه یا اصلا بهش کن رد نره به رویاهات؟ نه آخه من خب تقریبا 20 و چند ساله دارم راک کار میکنم. چند سالت من خوده؟ سوال سختی پرسیدی؟ چرا بخیر راحت بشه؟ نمیخواستم جلو دور بگم ولی از این سوال راحت تو گمرک باید جواب بدیم. آره من 40 سال و چند ماه. آها خوبه، مثل آلندلون خوب موندی پس. اما پس 20 سال داری میزنی؟ من اولین آلبوم سال 78 جمع کردم و تو ایران بوده قاعدتاً؟ توی ایران بودم و تقریبا 16 سال پلای ارشاد بالا پایین رفتم، ولی کامل همیشه بلوک بود، همیشه بلوک هم کردن و نذاشتن کار کنم و همیشه به خاطر این از اون پله های ارشاد همیشه به زیرزمین ما رسیدیم، آخرش این پله رو هی رفتیم پایین تا به زیرزمین رسیدیم. ببین چی میزنی برای ما؟ از زندگیت میزنی؟ از چی ما نفهمیم؟ من کارهایی که خودم می‌نویسم، من توی سمت و سوی کارهای انتقادی و اجتماعی هستم، ولی چند وقت دوستانی که به من شعر میدن کار احساسی و از اونها انتخاب میکنم، کار انتقادی خودم نیستن، چون من آدمی نیستم، زبانم همیشه زبون تیزی بوده، نمیتونم عاطفی بنویسم، نمیاد. خیلی متشکرم بابک، صحنه ببینید چیکار میکنیم. خیلی متشکرم. برنامه موسیقی رو نگاه میکنم، چی گفتیم در روی قایقی داره اجرا میشه، ما هم درست ته قایق هستیم، جلوی مشتری هم گرفتیم که میخوام بیان اینجا بشن لبی تر کنن، نتونستم فعلا. بریم بریم صحنه. آخر هفته ها همش پریشون و بیتاقتم، تو کوچه های بی کسی یه گوش پر پر میزنم، گندیدن ثانیه ها گرگیجه یه دقیقه ها، گیتار به حجم دود، قلم با واژه در سکوت. آخر هفته سر رسید، پنجشنبه جمعه خبیث، پر شدم از گلایه باز، چشام شدن دوباره خیس. آخر هفته ها همش پریشون و بیتاقتم، تو کوچه های بی کسی یه گوشه پر پر میزنم. آخر هفته ها پریشون و بیتاقتم، تو کوچه های بی کسی یه گوشه پر پر میزنم. آخر هفته شهر من دلش پر از تلاطمه، کوچه های لعنتیش شلوغ و پر تراکمه، میپیچه توی کوچه ها صدای پای آبرا، تو ازدحام آدم ها میشم یه سایه سیاه. آخر هفته ها همش پریشون و بیتاقتم، تو کوچه های بی کسی یه گوشه پر پر میزنم. تو کوت و بی هم نفسی، قدم قدم دل و پسی، پر شده هق هق صدام، تو کوچه های بی کسی. باز دوباره تو سطح شهر یه کوله بار از غم و درد، آخر هفته میرسه میشم دوباره پرسه گرد. آخر هفته ها همش پریشون و بیتاقتم،
تو کوچه های بی کسی یه گوشه پرپر میزنم، آخر هفته ها همش پریشون و بی طاقتم. تو کوچه های بی کسی یه گوشه پرپر میزنم.